خب ما تو ویدیو قبلی اومدیم به صورت خیلی کلی با سیسکو آشنا شدیم تو این ویدیو قصد دارم شما رو با پیش نیازهای نرم افزاری این دوره آشنا کنم و خدمتون ارز کنم که ما چه نرم افزارهایی رو برای این دوره نیاز داریم قبلش یک مقدمه خدمتون ارز کنم برای اینکه شما وارد دنیای بزرگ شبکه های کامپیوتری و به صورت اختصاصی سیسکو بشین نیاز هست با تجهیزات این کمپانی کار کنید آموزش هایی که به شما داده میشه رو نیاز هست بر روی این تجهیزات این اعمال کنین کامندایی که وجود داره دستوراتی که بهتون گفته میشه کلا کار با این دستگاه رو یاد بگیرید خب برای کسی که اول کار هست دسترسی داشتن به این دستگاه و دیوایسها ها بسیار دشواره این دستگاه و دیوایسها ها معمولا تو جای حرفه‌ای پیدا میشن و تو جای حرفه‌ای هم به شما اجازه نمیدن به عنوان یه مبتدی بریم به این دستگاه و دیوایس دست بزنید و کارهای تستی خودتون رو انجام بدید چون شبکهشون داره کار میکنه و دوست ندارن شبکهشون دچار قطعی بشه برای همین شما نیاز هستش که یک محیط آزمایشگاهی که اصطلاحا بهش میگیم لب شما اجاره کنید که حالا میتونید از مراکز مختلف این لب رو اجاره کنید که هزینهش بسیار بالاه و برای شما که ابتدای کار هستین تو دوره CCNA و در واقع ICND1 اصلا نیاز نیست که به این زودی شما سمت این قضیه بره راه بعدش اینه که اصلا بگین من میخوام برای محیط منزل یه لب یک محیط آزمایشگاهی مثل این جمعوری کنم و خودم دستگاه و تجهیزاتم داشته باشم خب اگر مشکل مالی ندارید این کار رو میتونید انجام بدید اما بازم واسه ICND1 زود هستش بهتره یه خورده پیش برین درکتون از شبکه بالاتر بره برای دورهای بالاتر مثل CCNP این کار رو انجام بدین تا درک بهتری داشته باشین که مثلا من چه روتری نیاز دارم چه سویچی نیاز دارم آیا سویچ هم سویچ لایه دو باشه سویچ لایه سه باشه این سوال که بعدا از خودتون میپرسین و الان زوده پس الان که ما دسترسی به این تجهیزات نداریم اون چیزهایی که یاد میگیریم رو به چه صورت در روشون کار کنیم و بهتر مطالب رو درک کنیم خب اگر برگردیم به ده سال 15 سال پیش نرم افزارهایی نبودن که این دستگاه و دیوایس ها رو برای ما شبیه سازی کنن من خودم یادم میاد دورای ماکروسافت ویندوز سرور 2003 رو که میگذروندیم خیلی چیزهایی که به ما گفته میشد رو تجسم میکردیم نرم افزار ام وری وجود نداشت یا هایپر وی وجود نداشت چیزهای مختلف در دسترس نبود که ما این دانشش رو داشته باشیم که بتونیم تو محیط شبیه سازی شده تو محیط آزمایشگاهی مطالب رو درک کنیم اما امروزه به لطف وجود نرم افزارهای شبیه ساز ما میتونیم بدون نیاز به این دستگاه و دیوایس ها تمام مواردی که یاد میگیریم رو انجام بدیم ما توی شبکه دو دسته نرم افزار داریم سیمولیتر ها و امولیتر ها ها همون شبیه ساز ها هستن که میان برای ما شبیه سازی میکنن توی سیمولیتر قرار نیست که همه چیز دقیقا مثل نسخه اصلی اجرا بشه و یه جور شبیه سازی از نسخه واقعی هستش یه مثال براتون بزنم الان توی این عکس این پسر بچه رو نگاه کنید این پسر بچه تو یک محیط شبیه ساز داره یک هواپیما رو هدایت میکنه اما آیا بعد از اینکه این, این هواپیما رو هدایت کرد این اجازه بهش داده میشه که یک هواپیما تو دنیای واقعی هدایت کنه آیا ترس و استرس این پسر بچه میریزه برای اینکه بتونه یک هواپیما تو دنیای واقعی هدایت کنه آیا چالش هایی که وجود داره از دست دادن یک موتور هواپیما سقوط کردن هواپیما شرایط نامساعد جوی رو میتونه توی محیط شبیه درک کنه قطعا اینطور نیست اما خب خیلی تجربه خوبی هستش که میتونه داشته باشه برای هدایت یک هواپیما و خیلی از نکات آموزشی رو هم میتونه اینجا درک کنه برای شروع کار خب میبینه که یک در واقع تجهیزاتی که یک خلبان ازش استفاده میکنه رو به صورت حداقلی در اختیارش گذاشتن که یه درکی داشته باشه از ادایت یک هواپیما توی دنیای بزرگ شبکه نرم سیسکو پکت تریسر این نرم افزار که در ادامه براتون صحبت میکنیم کار شبیه ساز رو بس ما انجام میده دقیقا مثل نسخه اصلی نیست ولی از لحاظ آموزشی بسیار بسیار نرم افزار مفیدیه اصلا پیشنهاد خود سیسکو هستش و این نرم افزار یعنی سیسکو پکت تریسر تا میتونم بگم 90 95 درصد سرفصلا رو قشنگ پوشش میده حالا یه 5 درصد میمونه که, به می به که می می بهتون میگم به چه صورت باید عمل کنیم اما اگر نیاز باشه که ما استرسون اون بریزه دو روز دیگه میخوایم با دیوایس واقعی کار کنیم تجربه بهتری داشته باشیم به چه صورت عمل کنیم بازم یه مثال براتون بزنم الان این خلبان قرار در آینده یک هواپیما رو هدایت کنه میان یک کابین براش مهیا میکنن دقیقا مثل کابین هواپیما و تمام چالش هایی که پیش رو داره رو برش در واقع پیاده سازی میکنن در واقع این محیط یک محیط امولیتور هستش امولیتور تقلید همه چیز از نسخه واقعیش هستش قراره تا جای ممکن همه چیز مثل نسخه اصلیش وجود داشته باشه مثلا شرایط نامساعد جوی از دست دادن یکی از موتورها و شرایط مختلف این آقا در مقابل این پسر بچه تجربه بهتری کسب میکنه و ترسش از استفاده از هواپیما تو دنیای واقعی ریخته میشه و میتونه یک هواپیما رو تو دنیای واقعی هدایت کنه توی دنیای بزرگی شبکه کامپیوتری نرم افزارهای امولیتور ما زیاد داریم اما یکی از اونها مثلا جنستری هستش البته در رابطه شبیه‌ساز هم همینطور هستش ما شبیه‌سازهای زیادی داریم داریم مثال میزنیم نرم افزارها و اونی که مفیدتر هست و قرار استفاده کنیم را میبریم ما توی دنیای شبکه‌های کامپیوتری نرم افزار جنستری رو, رو یک امولیتور میدونیم معادل همین شکلی که میبینید البته این نکته خدمت عرض بکنم که امروز ما دیگه دعوا نداریم سر اینکه این نرم افزار سیمولیتوره این نرم افزار امولیتوره نرم افزارها اومدن ترکیبی از سیمولیتور و امولیتور شدن خود همین پکت تریسر تو ورژن آخرش خیلی از موارد امولیتور رو اومده گنجونده یا همین در واقع جینستری تو شما میتونین موارد شبیه سازی هم داشته باشین به صورت سیمولیتور ذهنتون درگیر نشه که من هی میگم سیمولیتور امولیتور اینا چی هستن اصلا ذهنتون رو درگیر نکنه تمام سعی ما این هستش که حالا که به هر دلیلی نمیتونیم این تجهیزات رو داشته باشیم یه جور اون رو تو محیط خونهمون پیاده سازی کنیم و اون چیزهایی که با هم یاد میگیریم رو تو اون محیط شبیه سازی ازش استفاده کنیم خب پس ما دو تا آپشن برای خودمون قرار دادیم پکت تریسر جی دیگه هم وجود داره مثل یو ال که خیلی امروزه سر صدا هم کرده برای سطوح بالاتر هست سی و سی برای این دوره سی زیاد مناسب نیست و من مجددا اسمشو میگم یو ال نت سیم رو داریم که اونم یه جور شبیه ساز هستش من علتی که این موارد رو براتون نمی, نمی این هستش که در ادامه باش سر و کار نداریم ولی اگر میخواین در واقع یک جستجوی داشته باشین ما UNL رو داریم حالا نمیدونم دقیقا منو تو سایتش هدایت کنه یا نه حالا اینجا هم نتورک نت سیمولیتور رو ورده هم موارد دیگه که میبینید این هم سایتش هستش که به چه صورت هستش ما الان با این کار نمیخوایم بکنیم برای دورهای بالاتر هستش اما خب آشنا بودن باهاش خالی از لطف نیست برای دورهای بالاتر میبینید اینجا مثلا نوشته رک سی و در واقع اینجا باش با اجرا کرده یا نرم افزاری مثل نت سیم رو داریم که الان اینجا مورد بحث ما نیست پس اینجا ما میخوایم با نرم پکت پکت و آشنا بشیم بیشتر فکوس ما تو این دوره سعی می‌کنیم توی جنستری باشه چون جنبه آموزشی داره و من خیلی از نکات رو میتونم به صورت انیمیشن وار بهتون نشون بدم خب ما این پکت ترسر از کجا دانلود کنیم اگر بخوایم پکت ترسر دانلود بفرمایید باید وارد سایت نت آکادمی بشیم به این آدرسی که مشاهده میکنید حتما باید تو این سایت خودتون رجیستر کنید برای دانلود پکت باید به این آدرس مراجعه کنید و تو این سایت خودتون رو رجیستر کنید برای مثال اینجا میبینید که پکت ترسر برای ویندوز و لینوکس رو به زبان انگلیسی اینجا میتونید دانلود کنید که حتما نیبت خودتون رجیستر کنید ساین اپ کنید برای موبایل هم نسخه موبایلی داره نکته جالب که اینجا هست پکت ترسر نسخه برای سی سامل مک او اس نداره برای سی سامل مک نداره برای همین شما فقط میتونید روی ویندوز و لینوکس ازش استفاده کنید که من بخوام فرایند رجیستر رو بزنم اینجا یه رجیستری میکنم و شما حتما باید یه بار به این سایت سر بزنید اینجا ساین باید بکنید یوزر نیم و پسورد ما نیاز داریم در ادامه و خدمت رو عرض میکنم برای چی پس ما تو این سایت حتما یه بار سر میزنیم و یه رجیستر دا خواهیم داشت بعد از اینکه رجیستر کردیم حالا نرم افزار در اختیارتون قرار داده میشه دانلود میکنیم ما قرار با نرم افزار ورژن 7 کار کنیم تو ورژن های قبل از هفت ورژن 6 شما نیاز نبود بعد از اینکه نرسا رو نصب کردین نصبش هم خیلی آسونه یعنی اصلا تو شبکه نکس نکس زدن بعد از اینکه نصب میکردین مستقیما محیط نرسا براتون باز میشد اما تو ورژن هفت اون برای شما اینجا اتنتیکیشن میاد و شما نیاز یوزر یوزرنیم و پسورد وارد کنید و لاگین کنید و بعد وارد محیط نرم افزار بشین که من تو ویدیوهای بعدی محیط نرم افزار بهتون نشون میدم اما این پایین دو تا گزینه در واقع یوزر لاگین و گست لاگین داره که حالا پشت این محیط تسکبار من پنهان شده که من این رو تکون بدم میتونین ببینید چون صفحه نمایش من رزولوشنش بالا و من به خاطر ضبط ویدیو رزولوشن آوردم پایین یه مقدار دیتکت نکردم اون پایین میبینید گزینه یوزر لاگین و گست لاگین اگر گست لاگین رو بزنید میتونید وارد محیط نرم افزار بشین اما محدودیت های خاص خودش رو خواهد داشت و شما همه چیز رو نمیتونید استفاده کنید که بهتون پیشنهاد میکنم البته پیشنهاد کنید حتما باید این کار رو بکنید که رجیستر کنید بعد اینکه رجیستر کردین اینجا ایمیل و پسورد رو میزنید لاگین میزنید و وارد محیط نرم افزار میشین خب این از نرم افزار سیسکو پکت ترسر که ما در ادامه خیلی باهاش کار داریم نرم افزار بعدی جینستری عزیز هستش این نرمافزار خیلی نرمافزار خوبیه برای دانلود نرمافزار جینستری به سایت جنستری مراجع مراجعه میکنیم که من آدرسش رو براتون بزنم وقتی که وارد سایت جینستری بشین خودش فری دانلود گذاشته اما این دانلودی که اینجا گذاشته ورژن قدیمی نرمافزار جینستری هستش که ورژن یک ممیز نیم هستش ما ورژن دو رو میخوایم که جدیدترین ورژن جینستری هستش برای این کار میریم توی کامیونیتی این صفحه باز میشه من دیگه اینا رو کلیک نمیکنم که زمانم گرفته باشه توی کامیونیتی کلیک میکنم همچین صفحه باز میشه اینجا جنستری ورژن دو RC4 RC مخفف ریلیز کندیدیت هستش یعنی دیگه نسخه های فاینال ورژن دو داره میاد دانلود میکنید خیلی جالبه براتون اینو بگم که این چند ساعته اومده من خودم الان ریلیز رو نصب کردم و حتما بعد از اینکه این ویدیو نصب کردم باید آپدیتش کنم به ریلیز کاندیدیت چهار می روی این کلیک میکنیم و وارد همچین صفحه میشیم یکی از دلایلی که میگم حتما به سایت های مستر و مادر هر نرم افزار سر بزن همین هستش الان مثلا نسخه جدید این نرم افزار اومده خود نرم افزار به من نوتیفیکیشن نداد که آپدیت کنم و من حالا این محیط رو دیدم و تونستم متوجه بشم روی این صفحه کلیک میکنیم و وارد همچین صفحه ای می میشیم این نکته هم خدمت عرض کنم که سایت جینستری.com و سیسکو.com و اصلا هومپیج گوگل کرومتون بکنید یا فایرفاکستون بکنید و هر دفعه بروزرتون باز میکنید این دو تا سایت رو مرتب هی ببینید اصلا هیچ اشکالی نداره به عنوان هومپیج وجود داشته باشه خب وقتی که کلیک کردم روی این گزینه وارد صفحه جدیدی میشم که اینجا به من راهنمایی کرده که برای لینوکس باید به چه صورت عمل کنم برای ویندوز و مک او اس باید به چه صورت عمل کنم که من اینجا گزینه دانلود رو میزنم و همچین صفحه باز میشه تو این صفحه یه خورده که بیایم پایین من جی ورژن 2 rc سی 4 آلین وان رو شاید موقعی که شما این ویدیو رو میبینید ورژن های جدیدترش باشه که آخرین ورژنشو دانلود کنید هیچ فرقی نمیکنه من به این نیاز دارم و VMware Workstation دقیقا همون ورژن ورژن های دیگه وجود داره برای VirtualBox و موارد دیگه که من پیشنات میکنم حتما از VMware استفاده کنید و در ادامه براتون توضیحات رو میدم اگر شما ویدیوهای زبان اصل نگاه کنید میبینید معمولا از VirtualBox استفاده میکنن VirtualBox چون فری هستش و محصول کمپانی اوراکل هستش و خارج از ایران برای اینکه قدرت خرید این رو ندارن که برن نرم افزار VMware رو پول بدن بخرن میان از virtual باکس استفاده میکنن برای همین تو شما تو ویدیو زبان اصلی کمتر میبینید که از VMware استفاده کن اما نرم افزار جنستری که در ادامه براتون توضیح خواهم داد با VMware خیلی کامپتیبلتر هستش هماهنگ تر هستش, هستش و حتما ما با این کار پس این و این مورد رو باید دانلود کنیم خب این دوتا رو دانلود میکنیم من اینجا ذخیرهشون کردم یعنی این هستش جنستری ورژن دو حالا مال من RC3 هستش ریلیس کندیدیت 3 هستش اونجا ورژن جدیدترش بود و این یکی جین سری وی ام وی قبل از اینکه راجع این دو تا براتون صحبت کنم نیاز هست شما نرم افزار در واقع وی ام رو نصب کنید نصب این نرم افزار بسیار ساده است برای شما که یه دوره نتورک پلاس رو گذرانده دیگه نصب این نرم افزار کاری نداره زدنه پس تا اینجا کار ما یه دونه پکت ترسه نصب کردیم یه وی ام نصب کردیم حالا میایم جینستری رو نصب کنیم من جینستری رو قبلا نصب کردم دیگه مجددا نصبش نکنم. فقط بازش میکنم که شما ببینید موقعی که میریم تو فرایند نصب اینجا یه سری چک مارک بهتون نشون میده که حالا مثلا وین پیکاپ برای این هستش که ما ترافیک های کارت شبکه‌مون و حالا موارد دیگه مثل حتی قابل یو اس بی درگاه یو اس رو کپچر کنیم مانیتور کنیم که تو جای خودش راجبش صحبت میکنم نرم افزار بسیار مفید وایر شارک اینجا داریم که یه چیزی ها اینجا خدمت عرض کنم مثلا اینجا وایر شارک 2.2.1 دو, مائزه دو مائزه یک رو گذاشته معمولا پکت ترس آخرین ورژن های یک نرم افزار قرار نمیده اینو براتون روشن کنم که شما دارین جنستری نصب میکنید اما یه بسته آل این اینجا هم آل این وان اینجا براتون نوشته وان. یعنی تنها جنسی رو نصب نمیکنین یه سری موارد یه سری دیگه هم نصب می‌کنید که اینجا می‌بینید هر کدوم بخوید می‌تونید چک مارکشو رو این اما بهتون توصیه میکنم که مواردی که بهتون میگم حتما چک مارکش باشه خب این نسخه جدید وین پیکاپ هستش که برای ایپ هایی که وجود داشته مخصوصا تو ویندوز 10 گذاشتن که نیاز نیست نصب کنید بهش احتیاجتون نمیشه اما اگه دوست داشتین چک مارکش رو بزنید نصب مشکلی نداره من الان قصد نرم وارد جزئیات تک تکی این نرم بشم که کارشون چیه فقط دارم سرسری ازشون میگذرم خب سولار وینز ریسپانس رو داریم که من نمیخوامش الان داینامیپس رو داریم کیو امولیتور رو داریم که برای این هست اینم تیکشون میذارم باشه برای این هستش که مواردی که لینوکس بیس هست رو ما بتونیم روی سیستم ویندوزمون رو اجرا کنیم که میگم این خودش یک دوره آموزشی هستش جنس تری و من قصد ندارم وارد جزئیاتش بشم VPCS رو داریم که میاد کامپیوترهایی که ما داریم مثل ویندوز 10.7 در واقع لینوکس حالا از خانده لینوکس اوبونتو یا سنتو اس رو میاد یک کلاینت خیلی سبک رو برامون پیاده سازی میکنه CPU لیمیت رو داریم که اجازه نمی داره این کیو امولیتور از یه حدی از منابع سخت افزاری ما بیشتر استفاده کنه و باعث بشه سیستم ما فریز بشه تازه رسیدیم به خود جنستری یعنی اینا همه نرفسارایی بودن که امراش بود خود نرفسار جنستری داریم و وی ان سی داریم که برای وصل به دستگاهی هستش که میخوایم به صورت گرافیکال محیطش رو ببینیم که راجعه اینا همه توضیح میدم الان فقط نصب بشه خب جنس پکترسه رو وی ام نصبش چیزی نداشت ولی جنستری نصبش یه مقدار در واقع توضیحات داره تمام این موارد وجود داره بجز وایر شارک الان من نکس بزنم وایر شارک میره از سایتش دانلود میکنه اول و بعد از اون نصب میکنه وقتی که وایر شارک نصب کرد میره سایر موارد نصب میکنه الان این موارد وجود داره تو این دانلودی که من کردم اما وایر وجود نداره که شما نکس میزنید وایر دانلود میشه و سایر مواردش اصلا در واقع چیز نداره آخر کارم میگه که میخوای یه فری لایسنس بد بدم از سولار وینز که دکمه نو رو بزنین و فینیش این که اینقدر داره دور سولار وینز میچرخه جنستری هواشو داره این هستش که اصلا اسپانسر جنستری سولار وینز هستش چون میدونیم جنستری اوپن سورس هستش رایگان هستش و برای اینکه بتونه کسب درآمد کنه دست به دامن سولار و تازگی یکی دو ساله وی ام ور شده و به شدت تو سایتش توصیه میکنه که حتما بیاین از وی ام ور استفاده کنه حالا بگذریم از این مسئله هاشی اینو نکس میزنم و نصب میکنم که من اینجا کنسلش میکنم پس من یه نرفسار پکت ترسه نصب کردم یه نرفسار جینستیری و یک وی ام ور ورکسشن. یه چیز دیگه ما دانلود کردیم جینستیری وی این چیه؟ برای اینکه جینستیری بهترین پرفورمنس رو داشته باشه یه فایلی همراهش قرار داده میشه که من اینو از حالت فشرده در میارم از این پوشه این رو نیاز هست که توی نرمافزار وی ام من باز کنم خیلی راحت راست کلیک اوپن وید وی اینجا همه چیز رو میذارم دیفالت باشه ایمپورت میکنم به همین سادگی هیچ در واقع کار سختی و من انجام ندادم که میاد تو این لیست من اضافه میشه با یه تنظیمات دیفالت که این تنظیمات رو الان نیاز نیست من تغییر بدم میرم توی جنسی نشون میدم که به چه صورت تغییر بدیم این نکته خدمت عرض کنم که برای استفاده از نرم‌افزار پکترسه نیاز نیست منابع سخت افزاری قوی داشته باشیم سخت افزار سبک هم کار شما را میزه اما برای جنستری شما یک سخت افزار مناسبی داشته باشین دیگه حداقل 4 گیگرم که الان دیگه رو هر سیستم پیدا میشه ولی بهتر اینه که 8 داشته باشین سی تون دیگه کورای 5 باشه حتما که بتونیم بالاترین پرفرمنس رو داشته باشین سعی کنید حافظه دستگاهتون از نوع SSD باشه یعنی هارد دستگاهتون رو خارج کنین و حافظه SSD بذارید که حالا من در ادامه اگه وقت شد راجع به موارد براتون بیشتر صحبت کنم اینا همه به خاطر اینکه شما پرفورمنس بالاتر بشین حالا مثلا همین لپتاپ من 16 گیگ رم روشه کورای 7 و یه حافظه SSD هم هستش که من سیستم بهترین پرفورمنس داشته باشه خب این الان ایمپورت شد من هیچ کاری نکردم اصلا میبندمش برای اینکه در واقع شما ادامه فرایند رو ببینید خب میام نرم افزار جینستری خودم رو باز میکنم این نرم افزار جینستری من هستش که ابتدای کار یک سری سلوشن ها در اختیار من میذاره که این کارو رو کن اون کارو کن که من فعلا این رو کنسل میکنم میام توی تنظیماتش حالا وای میسم که به لوکال هست من وصل بشه الان لپتاپ من رو تشخیص داد میام اینجا توی ادیت پریفرنسز ما داریم خیلی خلاصه وار با نرمسار جنسی آشنا میشیم جنسی خیلی مباعث توی قسمت جنسی وی این اینیبل جنسی وی رو میزنم که با وی من خودشو مچ کنه و ارتباط برقرار کنه الان اوکی رو که بزنم وی من اتوماتیک خودش میاد بالا خودش ران میشه بدون که من کاری کرده باشم با هم ببینیم دیدین نرم افزار وی من بدونین که من کاری کرده باشم خودش لانچ شد خودش اومد بالا این رام میزنم این نکته هم فراموش کردم خدمتتون بگم که حتما سی پی سیستم شما باید قابلیت وی تی رو ساپورت کنه که اینو میتونید تو تنظیمات بایوستون اول که سیستمتون بیاد بالا مشاهده کنید معمولا اگه ساپورت نکنه اینجا ارور میده که شما تنظیمات وی تی رو ساپورت نمیکنید نمی میگم راجع وی ام و رو جنسی صحبت کردن خیلی زیاده و تو حوصله این بحث ما نمی خب الان میبینیم که جن من رفته با این ارتباط برقرار کرده من الان جن رو ببندم این خودش اتوماتیک میره وی ام ور منم میبنده ببینید مارمولا که من الان زبونش رفت و بسته شد پس این دوتا الان کاملا با هم مچن جن و وی ام ور که بالاترین پرفورمنس رو داشته باشم خیلی از اساتید توی دوره سی از نرفسا جن صحبت نمیکنن و خیلی از اساتیم افراطی فقط در مورد صحبت میکنن ما باید تعادل رو حفظ کنیم هر جا که نیاز داریم مثل یک مکانیک یه جعبه ابزار دستشه هر ابزاری که نیاز داریم دست میکنیم توی جعبه ابزار ازش استفاده می‌کنیم. هر موقع نیاز هست سمت پکت ترسر هر موقع نیاز هست سمت جینستری خب از اینجا بحث خیلی مهم هستش قشنگ دقت کنید ببینید کار نرم افزار جنستری این هستش که مثل برگردم دوباره به این مثال این خلبانه دقیقا این کار رو واسه ما میکنه محیط رو به صورت امولیتور برای ما مهیا میکنه تجهیزات سیسکو یه تجهیزات فیزیکی هستن یه ظاهر فیزیکی دارن که درون خودشون یک سیسامل دارن به اسم آی که توی ویدیوهای بعدی ما مفصل راجع به سیسامل سیسکو صحبت میکنیم این IOS به مورد زمان ورژن های مختلفی داشته و خانواده بسیار وسیع داره مثل ویندوز که مثلا ویندوز کلاینتی داره ویندوز سروری داره ویندوز XP 7 8 10 حالا تو سروریا یا 2003 2008 12 16 همینطور خانواده خیلی مفصلی وجود داره توی سیسامل ویندوز توی سیسکو هم به همین صورته که در واقع سیساملش طیف وسیع داره مثلا یکی از این سیسامل ها رو من بهتون نشون بدم مثلا این معروض میشه به سویچ سریع 7200 دقیقاً الان شما یک سویچ 7200 رو به صورت سخت افزاری نگاه کنید. این سیسامل روش رانه کاری که جینستیری میکنه چی هستش؟ سیسامل همون سیسامله میاد سخت افزار سیسکوی که وجود نداره اون روتر سویچی که وجود نداره واسه ما شبیه سازی میکنه امولیتور در واقع هستش میاد این سیسامل رو گولش میزنه بهش میگه که تو دایی روی سخت افزار سیسکو اجرا میشی و اینم خیلی به راحتی اجرا میشه و ما نیاز اون رفت اما من قصد دارم برای روتینگ و سویچینگ هم موارد استفاده از روتر و سویچ هم از iOS V یا VIOS استفاده کنم که راه اندازی اون خیلی ساده است وارد سایت جینستری میشم حالا من بگم چجوری اومدم تو این قسمت توی جینستری مثلا مارکت پلیس اگه اشتباه بله مارکت پلیس اینجا قسمت اپلاینس رو داریم اومده تمام محصولاتی که روی جینستری اجرا میشه رو گذاشته جونیپر میکروتیک میبینید F5 هر چیزی که فکر کنید رو اینجا گذاشته من حالا چی میخوام؟ IOSV میخوام دو تا بهم میده این برای روتر هام هست این آی او اس 2 واسه سویچ هم هست قدیم به صورت سنتی جنسری خیلی گیر و گور داشت و ما خیلی اذیت میشدیم موارد سویچینگ رو نمیتونستیم روی جنسری تست کنیم اما امروزه دیگه میتونیم این کار کنیم حالا این دوتا چی هستن این دوتا تمپلیت هایی هستن که میان روی جنسری سوار میشن و من این دوتا وی آی رو که متعلق به خود در واقع سیسکو هست رو به خورد این جنستری میدم و تو ادامه مثلا میبینی که ازش از چه استفاده هایی میکنیم الان مثلا این لیر تو رو من دانلود میکنم خیلی راحت این مربوط به روتر هام رو هم دانلود میکنم این دوتا الان دانلود شد خب اول الان میبینید جن استریم بسته است تو حالت بسته داره می کار میکنم اونی که دانلود کردم برای مخصوص روتر هم روش کلیک میکنم این اتوماتیک خودش میره جن رو باز میکنه همین گزینه اول مناسبه میبینید که آی اس نوشته نکست Next. Next میاد الان ارتباط خودش رو با وی ام منم برقرار کنه یادتون تو وی ام ور گفتم نیاز نیست شما کانفیگش رو تغییر بدین اینجا میتونین کانفیگ بدین مثلا میگم دو تا هسته داشته باشه میینه که خودش هم اتوماتیک باز شد تا اسمش رو صدا کردیم خودش رو رسوند دو تا هسته یا چهار تا هسته هر چقدر که دلتون میخواد رمتون حالا مثلا چقدر باشه 4096 خوبه و اینجا هم که میینه VMware ام ریکامند باکس هم که بهش محل نمیذاریم اگرم خواستی میتونید دانلود کنید جنس وی رو جنسی VM چی بود همین جایی که من براتون قرار دادم اینه به هر دلیلی اگه این رو دانلود نکرده اینجا داره بهتون راهنمایی میکنه نکست میره ارتباطش رو برقرار کنه یه بار وی من رو در واقع ریلود کرد همین کار داره خوش اتوماتیک انجام میشه حالا اینا رو هم دقت کنید که آی, پی آی که اینجا نوشته توی ویدیوهای بعدی راجبش اگر رسیدیم صحبت میکنیم خب این صفحه جنسری فینیش میزنم اوکی next الان من یه گزینه بیشتر ندارم که روی جنس وی ام اون رو ران کنم next next حالا اینجا میگه شما آی او اس وی داخل پرانتز دو یک سه کدومش رو استفاده کنیم من اینجا برای روترم 15 موعز 6 دو رو دارم پس میام 156 موعز رو انتخاب میکنم اینجا ایمپورت میزنم دانلود اگه بزنیم باید برین در واقع لایسنس تهیه کنین و اینجور مسائل من ایمپورت رو میزنم توی دسکتاپ دسک توی این قسمت اینجا این موردی که وجود داره رو من براتون باز کنم ایمپورت میکنم اگر با موفقیت انجام میشه این میسینگش رنگ سبز میشه خب من چون کانفیگ سیستمم مناسب هست شاید یه مقدار سریعتر داره انجام میشه اگر رو سیستم شما یه مقدار کنتر داره این فرایند انجام میشه یه مقدار شکیبا باشین اگر سیستمتون سیستم ضعیفیه سیستم یه مقدار ارتقاش بدین اما نگران نباشین چون بیشتر این دوره ما حل محور پکت تریسر میچرخه که منابع سخت افزاری قوی نمیخواد پس اگر شما منابع سخت افزاری قوی ندارین نگران نباشین ما بعضی جاها که کامندامون روی پکت ترسر اجرا نمیشن محدودیت داریم میایم رو جنسری جامپ میکنیم پس اصلا نگران نباشین اگر سیستمتون سیستم ضعیفی هست این نگرانی براتون به وجود بیاد که خب ادامه دوره به مشکل برمیخوره نه اصلا از این بابت نگران نداشته خب اینجا هم یه مقدار طولانی شده خب میبینید فاند شد یه گزینه دیگه داره iOS V underline startup underline config این رو هم انتخاب میکنم ایمپورت میزنم و اینجا وجود داره اگر این رو هم نداشتین گزینه دانلودش رو براتون گذاشته بود میتونست دانلود می کنید میبینید که الان ready تو اینستال شده انتخابش میکنم next بله اینم مطابق معماری سیستم هم هست درست دیفالتش next فینیش. خب یه دونه پروژه جدید باز میکنم همین اسم دیفالت خوبه الان وارد قسمت روتر هم بشن. ببینید یه روتر اضافه شده این الان انگار یه روتر تو دنیای واقعیه هیچ فرقی نداره از این بابت کاملا خیالتون راحت باشه شاید تو موارد خیلی جزئی تنها تفاوت اینه که شما دیوایس فیزیکی ندارین اینجا دقیقا همونه خب بریم سویچ هم اضافه کنیم تو این سناریو من جنستری عزیز رو میبندم به که جن ببندیم خودش هم تو بکگراند میره این رو میبنده میبینی که زبونش جمع شد و بسته شد خب یکی دیگه چی داشتیم لیر 2 داشتیم که من لایجه به این لیر 2 تو بودن توضیح میدم حتی تو دو دوره نتفرک پلاس توضیح داده شده اینجا توضیح میدم این رو باز میکنم میخوام حالا سویچ رو معرفی کنم به نرفسار جینستیری خب دوباره همون مراحله اما خب چون قبلا یه بار وی رو اینا رو کردیم چند تا استپ افتادیم جلوتر نکست میزنیم خود وی اتوماتیک اومد بالا نکست میزنیم الان میره با وی ما ارتباط برقرار کنیم به خاطر اینکه این فایلی که من دارم بهش معرفی میکنم الان رو میره رو روی وی ران میکنه قدیم جی سری فایل های خودش رو مستقیم روی سخت افتار سیستم ران کرد و این پرفورمنس خوبی نداشت توی ورژن جدیدش میاد دیگه فایل های خوش رو منتقل میکنه روی وی اونجا ران میکنه و این توی پرفورمنس خیلی اثر داره خب نکست میزنم میبینید که اینجا الان 15 معایز دوی من میسینگه این انتخاب میکنم ایمپورت میزنم دستاپ دسک اینجا میبینید که دقیقا 15 معایز دو هستش اگر درست باشه اینجا رنگش باید سبز رنگ بشه ما موارد دیگه ایران به این جنس معرفی میکنیم مثلا مثل این iOS سری 7200 که سر جای خودش نیاز باشه بهش معرفی کنم الان نمیخوام وقت ویدیو رو طولانی کنم اینجا صرفا داریم شما رو با آخرین آپدیت هایی که وجود داره آشنا میکنیم اگر یک مقدار مطالب براتون همین ابتدای کار سنگین شده این نوید رو بهتون بدم که سختی اصلی کار همینه ادامه کار فقط دیگه آشنایی با دستوراته میبینید که سبز شد ریدی تو اینستال انتخابش میکنم نکست مماری هم, هم, درست انتخاب کرده خودش دیفالت نکست فینیش چی کار کرد الان؟ حالا یه میام یه سناریو دیگه باز میکنم به اسم انتایتل یک مثلا کاری که اینجا انجام شد الان یه روتر به من داد یه سویچ به من داد این مواردی است که من اضافه کردم به افزار جینستیری خودم حالا کلاینت هم اینجا دارم که در واقع راجع به همه این مسائل من براتون توضیح میدم الان هدف ما آشنایی با محیط جن و پک تریسر نبود هدف ما صرفا حالا من این را هم ببندم صرفا با پیش نیاز ها میخواستیم آشنا بشیم پس یه جنبندی خیلی سریع بکنیم ما چون به هر دلیلی به دستگاه و دیوایس ها دسترسی نداشتیم اومدیم از شبیه ها استفاده کنیم وقتی میگم شبیه ساز دیگه ذهنتون نره فقط سمت پکت ترسر. ما به جنسی هم میگیم شبیه ساز همه رو به اسم شبیه ساز صدا میکنیم مثلا توی مثالات و خیلی تو معاوره مثلا میگیم که آره مثل مرد رفتار کن این یه اصطلاحه یعنی انسان باش حالا حتما مثل مرد رفتار کن این نیست که شما مثل یه زن رفتار نکن این یک اصطلاح اینجا هم همینش شبی ساز که میگم منظورم پکت رو جی هستش استپ اول اومدیم نرم افزار ترسه رو یاد گرفتیم چجوری بریم تو سایتش رجیستر کنیم عضو بشیم نصبش کنیم بعد اینکه نصب کردیم لاگین میکنه ما رو یوزرنیم و پسورد باید وارد کنیم و لاگین کنیم محیط نرمسار واسه هم باز میشه که من تو ویدیو بعدی بهتون نشون میدم بعد اومدیم کنیم نیاز به جینستری داریم جینستری رو باید دانلود کنیم پیش نیازش این از قبل وی رو نصب کرده باشیم جنستری رو به همراه جنستری آلین وان رو که تو سایتش دیدیم نسخهش بروز شده بود 4 بود که من توی ویدیو بعدی آپدیت میکنم منم میرم روی نسخه RC4 به همراه این جنس که از حالت اکسایک درش آوردیم دانلود میکنیم این رو این ایمپورت کردیم تو نرم افزار وی ام علتش هم این بود که گفتیم این دوتا با هم دیگه مچ میشن پرفورمنس بهتری دارن ما میتونیم از نرم افزار استفاده نکنیم اما دست خودمون رو میبندیم دیگه از این وی نمیتونیم استفاده کنیم باید بریم حالت قدیمی استفاده کنیم مثل این سری دویست می‌بینید که مثلا الان این رو من بدون که از وی استفاده کنم میتونم مستقیما رو خود سیستم اجرا کنم شاید برای خیلی از دوستان که با نرم افزار وی دنیای بزرگ شبکه‌های کامپیوتری آشنا نباشن اصطلاح وی ور جدید باشه بازم تکرار می‌کنم اگر شما دوره نتورک کلاس من رو توی فرادرس نگاه کرده باشین با ادبیات من آشنا شدین و از این بابت مشکلی نخواهید داشت اصلا هم نگران نباشید انقدر مباحث توی ادامه تکرار میشن که براتون جا میفته این بازی های کامپیوتری اگه دقت کرده باشین اول یه نقشه تون همه جا سیاه هست یه, یه نقطه شما هستین که نورانیه یعنی لحاظ در واقع مپینگتون اون یه قسمت رو فقط میبینید کم کم که جلو میرین جای مختلف نقشه براتون روشن میشه و اون کل نقشه رو تا انتهای مسی تا انتهای ماموریت میبینید این دور هم همینطوره ما همین طور که جلو این نقشه راهمون این رودمپمون آشنا میشه خب زمان این ویدیو یک مقدار زیاد شد اما نیاز بود که ما خیلی خوب و کامل این ابتدای کار مسیر رو پیش بریم و در ادامه ما تازه میخوایم وارد این مقوله بشیم که اصلا سیسامل سیسکو چی هستش و به چه صورت ما باید با این سیسامل کار کنیم